علی سلام. سلام مجدد، خوبید؟ خوبی؟ مرسی. خب من چند تا نکته میخواستم بگم. یکی این که اول در مورد اون بحث جبر اختیاری که با هم داشتیم میخواستم ادامه بدم، یک کوچولو اگه موافق باشی. خیلی کوچولو. نمیخوام ریاضیش کنم. اوکی، میدونم که جبر اختیاری. علی جان جبر اختیاری بذار یه روز دیگه، چون امروز جبر اختیاری انقدر صحبت کردیم مردم ممکنه تو لایو چت بگن دیگه ولمون کنین. خب جبر اختیاری بذار یه روز دیگه، اگه موضوع جدید داری بریم سراغو. باشه، فقط اینو بگم که این سوال در مورد همون کوچولی که میگی، در مورد جبر اختیاری اینو داشته باش که بعدا بتونیم راجعش صحبت کنیم. این که این سرتینتی توی طبیعت رو سوای اندازه‌گیری ما رو از کجا آوردی؟ ببین اینو بذار یه روز دیگه صحبت کنیم. بعد در مورد حرفایی که با اسم عزیزمون یادم رفت اسمشون چی بود، در مورد صحبتهای روز شنبه‌مون صحبت کردن، مجید. خب در مورد اون حرفا میخواستم بگم که منم دیدم که خیلی حرفامون خیلی حرف تو حرف هم اومدیم اون روز و خیلی هم به قول معروف سنگین شد بحث از ابتدا تا آخر. شاید برای مخاطبا خیلی جذاب نبود که بشنون. من خیلی سعی کردم، تو هم حتما مطمئنم که سعی کردی، چون تو بیشتر از من سعی کردی، چون دلسوزتر از منی برای کانال خودت. ولی خب متاسفانه این اتفاق افتادش و اینکه گفته شد که چندین تا پله پریدی اون روز، من در مورد این یه کوچولو چیز دارم صحبت دارم، اگه فکر می‌کنی میشه صحبت کرد. من تو میگی کوچولو ولی هیچ وقت کوچولو نیست. اگه میشه سعی کوچولو نیست. آره. خب من اگه میشه من... چون من آرمانم می‌خواد صحبت بکنه، آقا به تیزبین من بگم، آقا به تیزبین نوشته دیوایس نات کانکتد. ولی خب بگو. من نپریدم. فکر یعنی حداقل اون چیزی که فکر اصلا دلیل اینکه من اومدم صحبت کردم بود که اون چیزایی که خودم بهش رسیدم و به چالش بذارم و ببینم که آیا ممکنه جایی غلط داشته باشه یا نه. یعنی حرف اصلی من دلیل این که اومدم صحبت کردم با هم صحبت داشتیم این بود. و اینم که من گفتم که اوپنم که جهان حقیقت نداشته باشه، هیچ پیش‌فرضی هم در مورد حقیقت جهان نداشتم. گفتم اگر بخواد حقیقت داشته باشه باید من به اطلاعات بی‌نهایت داشته باشه. صرفا ادعای کردم این بود. و فکر می‌کنی آیا جهشی تو این هست؟ بله به شدت زیاد. من الان اگه وارد این بخوام بشم میدونم دو ساعت آینده تو این خواهیم بود. اصلا تو معنی تو هنوز حقیقت رو با وجود داشتن قاطی میکنی. دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم که این دو تا اصلا تو نمیتونی اصلا وقتی میگی جهان حقیقت داره، اصلا این کاملا این حرف بی‌معنیه. جهان وجود داره، جهان حقیقت نداره. حقیقت داشتن ما در به یه جمله صحبت میکنیم. حالا جهان هم اگه وجود داشته، وجود جهان هم اگه بخوام بگیم که وجود جهان حقیقت داره، از این اگه بخوام بریم بپرین که باید یک منبع بی‌نهایت داشته باشه، این یک جهش کاملا بی‌معنی، بی‌منطقی و بدون اثبات. خب من در مورد اون حرفی که زدم که اول در مورد حقیقت که باهات موافق نیستم، جهان میتونه هم حقیقتش هم وجودش هم تو بحث کردیم. ببین مشکل اینه علی جان، ما الان 100 بار اینو تکرار کردیم، بعد تو دوباره میای دوباره میخوای همون حرفایی که قبلا زدی رو دوباره تکرار کنی. برای همین میگم ببین آخه من در مورد این که تو میگی حقیقت فقط میتونه در مورد یک جمله باشه، یعنی یک جمله میتونه، الان دقیقاً همون بحث قبلی رو داریم دوباره تکرار میکنیم. میدونی ازم چیه؟ خب ما اینو حرف رو نمیخوای این اتفاق بیفته. آره بگو بنو سری بگو، من دیگه جواب ندم. بگو تو، بگو این موضوع رو که نه من بحثم این بود، این که تو یعنی دو قسمت هست. یعنی من سه تا پایه کلا چیدم که هر سه تا پایه رو تو بدون اینکه من حداقل من متوجه نشدم، من کسی دیگه متوجه شد، من واقعا خوشحال میشم در مورد صحبت بشه. من سه تا پایه چیدم که تو هر سه تا رو اصلا از اول زدی، گفتی که اصلا حقیقت و وجود فرق داره. حقیقت یعنی که یه جمله حقیقت داشته باشه. و بعدش هم در مورد این که آیا برای اینکه یک حقیقتی وجود داشته باشه یک منبع بی‌نهایت وجود داره، گفتی که یک جهش خیلی بزرگی انجام دادی، در حالی که من گفتم برای اینکه من این جهش انجام ندادم مستلزم این بود که در مورد اینفورمیشن تئوری صحبت کنم و اوپنم هستم که در مورد اینفورمیشن تئوری اگه بخواد یه روزی حالا یا امروز صحبت بکنم که چرا برای اینکه آن تعریفی که ما از حقیقت می‌کنیم نیاز داشته باشه که وجود داشته باشه، باید یک منبع اطلاعات بی‌نهایت وجود داشته باشه. پس فکر می‌کنم اصلا جهشی نبوده. خب ولی اگه جهش بوده برای اینکه تو اثبات میگی اثبات داری ولی اثباتش نداری، برای همین برای ما جهش بود.
خب هیچ اثباتی رو ندادی. تو میگی که اگه جهان وجود داشته باشه باید منبع اطلاعاتش بی‌نهایت باشه، اثباتی به ما ندادی، برای همین این به جهش حساب میشه بدون خب هیچ اثباتی. خب آیا من اثبات بدم چقدر وقت میبره که میگم شاید آخر بیارم بدونه چقدر وقت میبره؟ نمیدونم، شاید 10 دقیقه، شاید 5 دقیقه. پس این یعنی 40 دقیقه یا یه ساعت. یه ذره بمون ببینم آخرش ممکنه بیارمت بالا که به من بگی نه. ولی آخه خیلی یه چیز دیگه هم بگم، من فقط در برای همین ببین، ما وقتی به یه چیزی میگیم true یا false، یعنی که بگیم true false یعنی چی میشه به فارسی؟ یعنی صحیح و غلط. صحیح و غلط، خب صحیح و غلط. truth حقیقت یعنی چی؟ یعنی truth. خب ما وقتی میگیم یه چیزی صحیح هست یا غلط هست، توی حقیقت این ریالیتی اصلا نمیذاری. ببین من سب میکنم تو صحبت کنی ولی تو نمیذاری. حقیقت نه، حقیقت یعنی truth. حقیقت یعنی ریالیتی. بذار ببینم حقیقت چی میشه. بس من اصلا نمیدونم، من نمیدونم داریم چی اصلا صحبت میکنیم. ریالیتی، ریالیتی میشه واقعیت فکر کنم. بذار من نگاه کنم. ریالیتی میشه واقعیت. آره ریالیتی میشه واقعیت، حقیقت میشه مشکل yeah. زبانه دیگه، یعنی آره. ببین وقتی یه چیزی میگی حقیقت داره یا نداره، باید درباره یک ادعا صحبت کنی که حقیقت داره یا نداره. خب نمیتونی درباره یک بگی دو جهان حقیقت داره یا نداره. تو یه جمله یه ادعا به من بکن، بعد من میگم حقیقت داره یا نداره. جهان وجود داره. آره جهان وجود داره. بذار من یه ادعا بکنم. نه بذار من یه ادعا بکنم. اون چیزی که من میبینم، سوای اون چیزی که من میفهمم، یک مابعدی بیرونی داره. این حقیقت داره. برای خب ببین پس نمیتونی بگی اینو ما میتونیم بیان بررسی کنیم. پس این همه میگفتی جهان حقیقت داره، جهان حقیقت نداره، این معنی نداشت. ادعا رو باید بگی حقیقت داره یا حقیقت نداره. جهان رو باید بگی وجود داره یا وجود نداره. منم بحثم همین بود. ولی دیگه وارد این بحث نشیم. من یه ذره صبر کن تا بیای بیا این تئوری اطلاعات تا آخرش به من بخوای بیا بگو. باشه؟ باشه حتما. اوکی. خب؟ ببین قاسمم داره میگه دقیقاً حقیقت میشه truth. خب؟ شما اگه بخواید یه چیزی رو بگین true هست یا true نیست، باید یک جمله، یک استیتمنت، یک ادعا، یک پروپوزیشن باشه، یه چیزی باشه که اون میشه حقیقت داره یا نداره. جهان به خودی خود حقیقت نمیتونی بگی. یعنی چی حقیقت داره؟ یه ادعا بکن درباره جهان، بعد میگیم حقیقت داره یا نداره. خب بگی جهان وجود داره، آها این شد یه ادعا، اینو میتونیم بگیم حقیقت داره یا نداره.